خب چون جهان جان سراسر آگهیست، هر که آگه تر بود جانش قویست. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همینان عزیز و ارجمندم. در برنامه امروز با کی هستیم؟ آقای دکتر اسلام نوذری عزیز در بیولی هیلز با هم که در استودیو سیتی. دکتر نوذری درود بر شما. درود بر شما و بینندگان عزیز شما. امیدوارم حالتون خوب باشه. خوب هستم. ببینید دکتر نوذری، قبل از که وارد بحث اصلی خودمون بشیم، نگاه میکردم به نظرسنجی گالوب، ببینیم در این شرایط کارزار انتخاباتی انتخابات ایالات متحده آمریکا از دید افکار عمومی چه مسائلی در درجه اهمیت قرار دارند. جدولی منتشر شده درباره شمار مسائل مهم و چالش برانگیز. شماره یک اقتصاد در این مملکت. اقتصاد در جمع مشکل اساسی است، یعنی مردم آمریکا معتقدند که مهمترین چالش در برابر ایالات متحده آمریکا حل و فصل این معضلات و مشکلات اقتصادی است. دو، نارضایی از دستگاه حاکمه، نارضایی از قانونگذاران، از خود دولت و بعد. سوم، مناسبات نژادیه، احتمالا تبعیض نژادی و مسائلی که در این دوران متاسفانه اوج گرفته. شاهد پاره‌ای از وقایع تأسف برانگیز در شهرهای کوچک و بزرگ بودیم. بعدش مسئله مهاجرانه، به ویژه مهاجران غیرقانونی. من سالهاست عدد 11 میلیون رو میشنوم، 11 میلیون مهاجر غیرقانونی، و عجیب یک دونم اضافه نشد، در حالی که میدونیم که هر روز گروه جمع جدیدی از مهاجران غیرقانونی بر جمع مهاجران قبلی اضافه میشه. احتمال زیاد مهاجران غیرقانونی ممکن تعدادش رو سر به 20 میلیون بزنه. بعد مسئله رفرم در انتخابات آمریکاست، نحوه انتخابات. بعد امنیت ملی است. بعد بیکاری و کارآفرینی است. تروریسم، بودجه و کسر بودجه است. فقر خدمات درمانی است. اخلاق، نرخ اخلاق در جامعه، و همینطور بالا رفتن نرخ تبهکاری و آلودگی هوا. متاسفانه آلودگی هوا اون تحت ها اسفل و سافلین، اما از ادوکیشن خبری نیست، از مسئله دانشگاه ها، وام دانشجویی که به هر حال الان گریبانگیر صدها هزار خانواده در این مملکته، و همینطور آینده دانشگاه به حل فصل موضوع برد. البته آقای برنی ساندرز چندی مورد در این باره صحبت کرده بود، ولی در فهرست مشکلات مردم نیست. میخواستم از شما که در این زمینه میدونم مطالعاتی دارید سوال کنم، نظرتون رو جویا بشم. در طول 2 میلیون سال پیش مغز انسان رشد زیادی کرده و از 600 گرم رفته تا 1500 و 1600 گرم، اما استفاده از روشمندی علمی در مغز انسان نهادینه نیست. انسان دارای یک سری گیرنده هست و مغز انسان مرتب بر اساس خبری که اون گیرنده ها میدن تصمیم گیری میکنه، اما در این تصمیم گیری خودش انسان از روشمندی علمی استفاده نمیکنه. به همین دلیل مغز انسان در گروه آموزش و پرورش هست. مغز انسان نیازمند تعلیم و تربیت هست. مغز انسان نیازمند فرهنگ هست. بدون فرهنگ، بدون آموزش و پرورش، انسان کماکان فقط از آگاهی های خودش استفاده میکنه که در بسیاری از موارد غلط هستن. برای مثال شما فکر میکنید که کره زمین صاف هست، اینطور به ما گزارش میشه، به مغز ما، اما میدونیم که کره زمین صاف نیست. وقتی که شما به آسمان نگاه میکنید، خورشید و ستارگان همه به دور زمین میچرخن، در صورت که اینطور نیست. زمین به نظر میاد که مرکز کائنات هست و باز اینطور نیست. بنابراین گیرنده های ما خبر به ما میرسونن، اما برای اینکه ما بتونیم پیش بینی صحیح بکنیم، برای ما
اینکه بتونیم قدرت تشخیص صحیح خودمون رو بالا ببریم نیازمند به روشمندی علمی هستیم و روشمندی علمی امکان پذیر نیست بدون آموزش و پرورش. حالا در طول این میلیون ها سال گذشته یک اتفاق مهم دیگه هم روی کره زمین تنها برای یک موجود رخ میده و اون ایجاد دست هست به اون صورتی که ما در انسان میبینیم، یعنی نزدیک شدن انگشت شست به چهار انگشت دیگه دست. و این نزدیکی این انگشت شست به چهار انگشت دیگه باعث میشه که قدرت و دقت رو در دست گرفتن ابزار به این موجود بده. بنابراین موجود توانایی این رو پیدا میکنه که آگاهی های خودش رو و دانش خودش رو و فرهنگ خودش رو بنویسه، به نگارش در بیاره و بنابراین به نسل بعد منتقل بکنه. این هست که انسان رو از سایر موجودات متمایز میکنه، متفاوت میکنه. و الا اگر شما همین انسان رو از آموزش و پرورش، از فرهنگ، از تعلیم و تربیت محروم کنید، برمیگرده به صورت ابتدایی خودش، حتی دست به وحشیگری میزنه، راحت میتونه قتل انجام بده، یعنی تبدیل به یک موجودی میشه که اصلا قابل شناسایی شاید نباشه. به این اندازه برمیگرده به حالتهای ابتدایی خودش. بنابراین توجه به آموزش و پرورش بایستی در درجه نخست باشه. هیچ چیزی اهمیت آموزش و پرورش رو نداره. در حال حاضر در ایالات متحده امریکا 1 تریلیون و 300 بیلیون دلار وام دانشگاهی وجود داره. یعنی این اندازه بدهکار هستند آدم ها. و این آدم ها تعدادشون 43 میلیون نفر هست. یعنی 43 میلیون نفر یک وامی دارن به اندازه 1.3 تریلیون دلار. و وقتی اینها وارد بازار کار میشن ناچار هستن که وام خودشون رو پس بدن. و به همین دلیل هست که شما میبینید که بسیاری از دانشجوها وقتی که وارد بازار کار میشن یا کاملا سردرگم هستن یا اینکه نمیتونن کارهایی رو پیدا بکنن که به اندازه کافی به اونها درآمد برسونه که بتونن وامهای خودشون رو پس بدن یا اینکه ناچار میشن دست به تجارت بزنن. و این خطر بزرگی است برای ایالات متحده امریکا. یعنی پژوهشگران، دانشمندها، تحصیل کرده ها وقتی فارغ التحصیل میشن ناچار میشن که تبدیل بشن به تاجر، یعنی با علم و دانش خودشون تجارت کنن تا بیشتر در خدمت جامعه باشن. بنابراین اگر بخوام خلاصه بکنم این هست که مغز ما در یک زمینه های پیشرفت کرده، در یک زمینه های هم پسگرد کرده. ما قادر به استفاده از روشمندی علمی نیستیم، باید اون رو یاد بگیریم و روشمندی علمی از خود علم مهمتر هست. ما نمونه خیلی خوب این رو در مصر باستان میبینیم. مصر باستان دانش و علم امروز ما رو نداره، اما به خاطر استفاده از روشمندی علمی 4700 سال پیش نخستین آسمان خراش دنیا رو ایجاد میکنن، هرم ایمهوتپ یا هرم جوزر که هنوز سر پاست، با استفاده از سنگهای بزرگ و مصنوعی. یعنی سنگهایی رو که در دانشکده های مصر آن زمان ساخته شده بوده و طرح اون رو ایمهوتپ بزرگ داده. ما این رو دوباره در کشتیرانی میبینیم، کشتی که اخیراً در مصر باستان پیدا شد و کاملا دست نخورده هست متعلق به بالای 5000 سال پیش هست و این کشتی امروز قادر هست بره به امریکا و برگرده سالم. و ما هزاران کشتی در مصر باستان داشتیم، یعنی تک و توک نیستن، هرم های بسیار زیادی داریم. هرم خوفو 2,300,000 قطعه سنگ داره، در یک فاصله زمانی ساخته شده که هنوز هم ما توش موندیم که چطور امکان پذیر هست. یا اوبلیسک هایی که در مصر باستان هست با ارتفاع های 20-30 متر روی وزن خودشون ایستادن و زلزله های بزرگ رو پشت سر گذاشتن.
و قدمت اونها برمیگرده به 4000 سال پیش، 3000 سال پیش، یا مجسمه های یک دستی که در مصر باستان داریم. اینها همیشه همه نتیجه استفاده از روشمندی علمی هست. حالا از اون طرف شما ممکنه تحصیل کرده باشید، شما ممکنه علم زیادی رو حفظ کرده باشید، اما به خاطر اینکه روشمندی علمی بلد نیستی، مرتب پیشبینی های شما هم غلط از آب در میاد، مرتب تشخیص هایی رو که میدید اشتباه هستن. بنابراین ما نبایستی اندیشیدن درست و روشمندی درست رو با تحصیل کرده بودن یکی کنیم، قاطی کنیم. تحصیل کردن، حفظ کردن، مدرک گرفتن با روشمندی علمی دوتا هست. بنابراین حالا که دگرگشت یک هدیه بزرگ به تنها یک موجود داده و اون انسان هست، که اون دست انسان هست، دستی که قادر هست نگارش بکنه، دستی که قادر هست آموخته ها رو یادداشت بکنه. بنابراین وقتی که یک انسان دیگه به دنیا میاد، ناچار نیست دوباره از صفر شروع بکنه، میتونه همون از همون داده ها استفاده کنه، اونها رو پربارتر بکنه و به نسل بعد منتقل بکنه. بنابراین آموزش و پرورش در درجه نخست قرار میگیره. هیچ چیز جای آموزش و پرورش رو برای انسان نمیگیره. خوشبختی انسان در گروی آگاهی های بیشتر نیست، در گروی روشمندی های علمی هست. من میتونم یک مثال برای شما بزنم. در میان علم های متفاوت، دانش های متفاوت، بیش از همه شاید علوم سیاسی، علوم جامعه شناسی و روانشناسی از کمبود کارهای پژوهشی رنج میبرن، که گناه از این علوم نیست. اما شما نظریه پرداز زیاد میبینید، صاحب نظر زیاد میبینید که نظر خودشون رو در میون میگذارن، اما روشمند علمی کمتر میبینید، کارهای پژوهشی کمتر میبینید. و یک مقدار هم به خاطر این هست که واقعا مشکل هست، اما ما نیازمند به اون هستیم. و به همین دلیل هم هست که شما یک نمونه خوب اون رو در مورد خروج انگلستان از اروپا میبینید، که حتی تا چند ساعت قبل از خروج انگلستان جامعه شناس ها همه کم و بیش اشتباه کردن. یعنی انگلستان خارج شد برخلاف پیشبینی های اونها. نمونه دیگه اون به فینال رسیدن آقای ترامپ هست در ایالات متحده امریکا، که همه اون رو چند ماه پیش غیر قابل ممکن میدونستن. اینها نمونه هایی هستن از علومی که از نبود کارهای پژوهشی رنج میبرند و مرتب دست به پیشبینی کردن میزنن، چون انسان علاقه من به پیشبینی کردن هست. اما انسان بایستی یاد بگیره که پیشبینی رو نمیتونه با استفاده از گیرنده های خودش انجام بده. دگرگشت این رو در ما نهادینه نکرده. بنابراین برای اینکه خلاصه بکنم، خوشبختی انسان، تشخیص درست دادن، پیشبینی درست کردن، همه در گروه آموختن روشمندی علمی هست، یعنی آموزش و پرورش، یعنی تحصیل درست کردن. بنابراین جای تأسف هست که در نظر سنجی های ایالات متحده امریکا آموزش و پرورش جایی رو به خودش اختصاص نداده، در صورتی که بایستی مقام اول رو داشته باشه. کاملا. و این خودش به نظرم اسباب نگرانی زاد در مورد نظر سنجی هایی که فرمودید. هیچ وقت هم این همه اختلاف وجود نداشته، یعنی نرخ و ضریب اختلافی که الان وجود داره بین نتایج نظرسنجی از روی مؤسسات مختلف نشون میده که هر کدام بر طبق منافع خودشون دارن عمل میکنن، نه بر پایه یک تفحص و تجسس اساسی منطبق بر روشمندی های علمی در کار آمارگیری. مثلا نگاه بکنیم نتایج نظرسنجی واریتی در برابر گالو، در واقع سی این این، NBC، فاکس نیوز نگاه میکنید میبینید که در یه جایی نگاه تقریبا همین نگاهی است که جامعه ایرانی هم داره به کارزار انتخاباتی ایالات متحده آمریکا. 0-20. یه دهی به ترامپ 20 میدن، بخانم میدید که تو 0. یه دهی برعکس به خانم کلینتون 20 میدن. رنگ خاکستری در بین ما تو این دوره از انتخابات از بین رفته، همینطور در نزد بسیاری از بنگاه های نظرسنجی اونا به همین ترتیب. و این نشون دهنده تنش در افکار عمومی و باز شاید نشانه
اوج نارضایی باشه در این کشور و که دو شخصیت توانستن اون رو تبدیل به جنبش بکنن، یکی آقای برنی ساندرز در جناح چپ، یکی آقای ترامپ در جناح راست. بنابراین شما وقتی نگاه میکنید ببینید تو این جدول در مورد موضوعات مهم که تازه الاهم و فالاهم هم کدام موضوع مهمتری در رأس اقتصاد با 17% در رأس همه این هاست، نگران میشید دکتر نوذری نیست؟ شرکت های بزرگ امریکایی از روشمندی علمی استفاده میکنند. شرکت های داروسازی برای مثال مرتب از روشمندی علمی استفاده میکنند. انسان ها هم ناچار هستن از اون استفاده بکنن، ولی مرتب قربانی شرکت های بزرگ میشن. من خودم تجربه شخصی داشتم با بعضی از همین شرکت ها و میتونم به شما با اطمینان بگم که به شدت و در یک مقام عالی روشمندی علمی رو استفاده میکنن. شاید هم به خاطر همین هست که اینقدر در کارهای تجاری خودشون موفق هستن. اما خود انسان ها، تک تک افراد هم بایستی یک جورایی با این روشمندی ها آشنا بشن تا دیگه فریب این نظرسنجی ها رو نخورن، تا دیگه فریب این صاحب نظرها رو نخورن، تا اینکه دیگه لازم نباشه فکر بکنن چون یک نفر مدرک داره، چون یک نفر به اون مرتب استاد استاد میگن، چون به یک نفر مرتب گفتن که این صاحب نظر هست، بایستی حرفای اونها رو گوش بکنن. بنابراین بستگی داره به کدوم بخش از جامعه ما داریم نگاه میکنیم. روشمندی علمی هم وجود داره هم وجود نداره. بنابراین اگر شما به شرکت های بزرگ نگاه بکنید، نه تنها در زمینه داروسازی، حتی در زمینه خود این دانشگاه ها، چرا دانشگاه های امریکا اینقدر پول میسازن؟ چرا دانشگاه های امریکا تقریبا شبیه به بانک ها عمل میکنن، دارای تیم های فوتبال و بسکتبال بزرگ هستن؟ چرا مرتب محصولهای خودشون رو به فروش میگذارن؟ چرا هنوز قادر هستند که با وجود بر این که اینقدر شهریه بالا هست و بازار کار بد هست، این همه دانشجو جلب بکنن؟ به خاطر اینکه مرتب از همین روشمندی ها استفاده میکنن. اما متاسفانه در جهت منفی و برای سودجویی. جالبه. این نکته دیگه که باز دکتر نوذری دیدم در تایلیس قرار داره، این گرمایش زمین و تغییرات آب. جالبه اون ته یعنی آخرین موضوع مهم در ایالات متحده آمریکا مسئله آلودگی هواست، گرمایش زمین و مسائلی از این دست. 3% تنها بهش اهمیت دادن و اینم به نظرم نگران کننده است، به خاطر اینکه دوباره در همین مورد مثل مسائل دیگه مرتب ما نظر افراد رو میشنویم. اما اگر شما از روشمندی علمی صحبت بکنید، استفاده بکنید، مرتب و راحت میتونید به پرسش‌های خودتون پاسخ بدید. این چیزی است که ما نمی‌بینیم. بنابراین ما عادت نکردیم که از روشمندی علمی استفاده بکنیم، حالا در هر زمینه‌ای که می‌خواد باشه. بنابراین شما مرتب دو نظر متفاوت رو می‌شنوید و هر وقت که شما یک مناظره دارید بین دو نفر متفاوت، معمولاً هیچ کدوم برنده بیرون نمیاد. یک نفر به این طرف گرایش پیدا میکنن، یک نفر یکی به اون طرف دیگه گرایش پیدا میکنن. راه نجات انسان و برای اینکه وقت انسان تلف نشه، استفاده از روشمندی علمی هست. شما یک پرسش دارید و شما راه دارید برای پاسخ دادن به اون پرسش. یک پرسش علمی 4 خصوصیت داره: بایستی ساده باشه، بسیار ساده باشه، بایستی شفاف باشه، مشخص باشه، دقیق باشه، گنگ و مفهوم نباشه، بایستی قابل آزمایش کردن باشه و بایستی قابل پاسخ دادن باشه. پرسش خوب نخستین پله بعد از مشاهده هست. اگر شما پرسش خوب رو مطرح نکنید، از اون مشاهدات خودتون یک نتیجه گیری میکنید و این الان بلایی هست که سر بسیاری از افراد کشورهای متفاوت میاد. یک چیز رو مشاهده میکنن و بر اساس اون فوری نتیجه گیری میکنن. و این همه برمیگرده همونطور که گفتم به دگرگشت مغز انسان، به ساختار مغز انسان. مغز انسان گیرنده هایی داره که به ما خبر میرسونن، اما این گیرنده ها در میلیون ها سال پیش در درجه نخست در مقابل چالش های آب و هوا ایجاد شدن. بزرگترین چالشی که نه تنها انسان بلکه بسیاری از موجودات روی کره زمین داشتن، یا همه موجودات، چالش
آب و هوا بوده، گرم شدن زمین، عصر یخبندان، آتش فشانها، حمله سنگهای آسمانی، طوفانهای بزرگ، چالش آب و هوا، و در مقابل موجودات گیرنده هایی رو ایجاد کردن، از جمله گیرنده درد، تا بتونن دوام بیارن، تا گزینش طبیعی اونها رو انتخاب بکنه. چون گزینش طبیعی قوی ترین رو انتخاب نمی کنه، گزینش طبیعی باهوش ترین رو هم انتخاب نمی کنه. درست. گزینش طبیعی کسی رو انتخاب می کنه که می تونه خودش رو با این تغییرات، با این چالش ها سازش کنه. و برای این کار شما نیازمند به یک گیرنده هستید. برای مثال شما بتونید درجه حرارت رو حس بکنید، شما بتونید ببینید، نور رو ببینید. انسان یک طیف خیلی کوتاه از نور رو میبینه، همه رو نمیبینه، اما ما حیواناتی داریم که طیف بزرگتری رو میتونن ببینن، یا حتی نور رو میتونن پولاریزه بکنن. بنابراین موجودات متفاوت گیرنده هایی رو نصیب خودشون کردن در طول این دگرگشت، در طول میلیون ها سال، حتی میلیارد سال بایستی بگم. بنابراین بسیاری از این گیرنده هایی که ما امروز داریم گیرنده های باستانی هستند، چون اون چالش ها دیگه وجود ندارن، اما این گیرنده ها هنوز وجود دارن. گاهی اوقات در مقابل چالش های کوچک همون عکس العمل های بزرگ رو نشون میدن، مثل گیرنده درد. درد امروز در انسان هیچ منطق و فلسفه ای نداره، و درد هم یکی از اون گیرنده های عتیقه هست، یکی از اون گیرنده های باستانی هست. شما نبایستی درد رو به این شدت حس بکنید تا بتونید دوام بیارید. اما این همه برمیگرده به گذشته موجودات، همه برمیگرده به دگرگشت موجودات و از جمله دگرگشت انسان. بنابراین ما بسیاری از گیرنده هایی که داریم، بسیاری از نوروترانسمیتر هایی که داریم، بسیاری از پروتئین هایی رو که داریم و بسیاری از ژن هایی رو که داریم، ژن های عتیقه هستند، ژن های باستانی هستند. و به همین علم هست که ما امروز دیگه نمیتونیم تنها روی اون خبرها حساب کنیم، ما نمیتونیم تنها روی اون آگهی هایی که اون گیرنده ها میدن حساب بکنیم، اما مرتب این کار رو تکرار میکنیم. یک چیزی رو میبینیم، دست به قضاوت میزنیم، یک مشاهده میکنیم، دست به نتیجه گیری میزنیم. بنابراین انسان بایستی بدونه که این خبرها، این گیرنده ها اشتباه هم میکنن، و تنها در یک صورت هست که انسان میتونه تصمیم درست رو بگیره که این آگهی ها رو جمع بکنه و از روشمندی علمی استفاده بکنه، که اگر فرصت باشه در آینده در مورد روشمندی علمی بیشتر صحبت میکنن و بعد یک مقدار توضیح میده که چرا ما مرتب حتی صاحب نظران خودمون در مورد مسائل سیاسی، در مورد مسائل اجتماعی، در مورد مسائل روانی حتی اشتباه میکنن. خب بنابراین نخست برای رسیدن به روشمندی علمی باید پاسخ درست رو، یه صورت مسئله درست رو روی میز قرار داد که مبتنی بر چند شرطه. یک، اینکه این باید حتما ساده باشه این پرسش. دو، باید شفاف باشه و کاملا مشخص. سه، باید قابل آزمایش باشه. چهار، که به نظرم از همه مهمتر، اینکه حتما این سوال باید جواب داشته باشه. درسته؟ دقیقا همینطور است. خب به نظرم شما پرسش رو که مطرح میکنید مبهم باشه، گنگ باشه، اشکال نداره، یک پله به عقب برمیگرده، یعنی نشون میده که این پرسش هنوز زود هست برای مطرح شد. بله، اگر شما به قوانین علم احترام بگذارید میبینید که چطور پاسخ به پرسش ها راحت پدیدار میشن، و به همین دلیل هست که جای تعجب نیست که نه تنها در مصر باستان، ما این رو حتی در ایران باستان هم دیدیم. دانشمندان خود ما که در گذشته موفق بودن از همین اصول پیروی میکردن، همینطور دانشمندان کارتاژ، دانشمندان روم، دانشمندان یونان. یادمون باشه که خود اون آگاهی نیست که یونان رو ساخته، روم رو ساخته، کارتاژ رو ساخته، ایران باستان رو ساخته، همین استفاده از خردمندی هست، و اون رو شما در سخنان هسیرا میبینید در حدود 5000 سال پیش، در سخنان ایمهوتپ میشنوید، واقعا جدید نیست. شما این را حتی در بزرگان ایران مرتب میشنوید، صحبت از خرد و خردمندی در شاهنامه فردوسی، یا چرا در تمام دنیا در مراکز علمی اینقدر عمر خیام عزیز هست، اینقدر قابل احترام هست. چون عمر خیام حتی نه تنها به مقام پرسش، پرسش خوب اطمینان و اعتقاد داره،
حتی معتقد هست که یکی از بهترین پاسخها نمیدانم هست. یعنی این خودش نشان دهنده یک فرهنگ بزرگ هست. زمانی که دانشمندها بدون اینکه بخوان مرتب برای هر پرسشی پاسخ داشته باشن، از نمیدانم هم غافل نشن. نمیدانم گاهی اوقات بهترین پاسخها هست. این رو ما در مورد زکریای رازی میبینیم، در مورد ابو ریحان بیرونی میبینیم و بسیاری دیگه از گذشتگان خود ما. کاملا درسته. یعنی در واقع نمیدانم واژه کلیدیه در علم، واژه کلیدی در علم. میگن مهمترین سخنرانی که در تاریخ نوبل صورت گرفته سخنرانی بوریس پاسترناک بوده، چون سخنرانی نکرد در نوبل، نمیتونه سخنرانی بکنه. بکنی در اون زمان اختناق در اتحاد جماهیر شوروی، در چه سکوت او مهمترین سخنرانی در تاریخ نوبل، سکوت یک شخصیت بزرگ، رمان نویس سرش دوچون رو تشکر میکنم، باقلاده بود. بنابراین همه ما اول از این چلید واژه باید استفاده کنیم، واژه طلایی نمیدانم. و ما ایرانی ها خیلی به این واژه احتیاج داریم، خیلی زیاد. و بعد اگر در مسائل تاریخی هم از روشمندی علمی استفاده بکنیم، و قاید در گذشته اگر از این روش استفاده کرده بودیم، اینقدر دچار سهو و خطا نمیشد. این همه وقتی نمیتونستیم صورت مسئله رو دقیقا بخونیم، باید اون کنار بگذاشتیم. ولی ما تن دادیم به یک صورت مسئله مبهم و سعی کردیم برای چیزی که هیچ شناختی ازش نداریم، نسبت به هیچ جاهلیم، پاسخ درست پیدا بکنیم. و مشکل از همینجا شروع شد. بحث با دکتر نظری دنبال میکنیم. دکتر نظری عزیز، خیلی سپاسگزارم از حضور شما. اون گفتگوی یک با شما داشتیم و دکتر نیری فوق‌العاده بود، ولی به خاطر اینکه امکانات فنیمون همیهنانم کافی نیست، امیدوارم تکمیل بشه، اون وقت میتونیم دوستان رو در دو جبهه داشته باشیم. حتی اگه شده مناظره بگذاریم، بحث بذاریم، گفتگو بذاریم. موافقی دکتر نظری؟ حتما، با کمال میل. جای نیری هم خالی بود نیست؟ خیلی خیلی.